به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به گزیگر رسپیده های ما خوش آمدید. حملات طالبان در ننگرهار، 8 نیروی مرزی کشته و زخمی شدند. در پی درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی خوگیانی ننگرهار، 4 نیروی مرزی کشته و 4 نیروی دیگر زخمی شدند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، میگوید که این درگیری حوالی ساعت 1:30 دقیقه بامداد امروز سه‌شنبه 1 میزان در سایه سنگانی ولسوالی خوگیانی رخ داده است. و گفته او در این درگیری 8 جنگجوی طالب نیز کشته و 6 جنگجوی دیگر آنان زخمی شدند. ولایت ننگرهار در شرق کشور یکی از ولایت های ناامن به حساب می آید که طالبان در ولسوالی های مرزی آن حضور را فعالیت گسترده ای دارند. گفتنی است که طی 2 روز گذشته حملات طالبان به شدت افزایش یافته است، در حالی که مذاکرات صلح در قطر جریان دارد. امرالله صالح: طالبان بت‌های بامیان را به فتوای پاکستانی ها نابود کردند. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، میگوید طالبان بت‌های بامیان را به فتوای پاکستانی ها تخریب کردند تا احساسات بودایی های هند خدشه‌دار شوند. امرالله صالح چهارشنبه 2 میزان در یادداشت در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که طالبان بت‌های بامیان را به فتوای استادان پاکستانیشان به اصطلاح احساسات بودایی‌های این را خدشه‌دار بسازند تخریب کردند. و گفته امرالله صالح، در حالی که تاریخ بودایی افغانستان هیچ رفتی به این ندارد، طالبان در سال 2001 2 مجسمه بزرگ بودایی بامیان را به دستور ملا عمر، رهبر پیشین این گروه، انفجار دادند. در مورد این انگیزه طالبان گفته‌های متفاوت وجود دارد. وحید مجده، سخنگوی کتاب افغانستان و 5 سال سلطه طالبان، در کتاب خود نگاشته است تخریب مجسمه های بودا در حقیقت نوع دهن کجی از سوی طالبان در برابر کشورهای اروپایی و آمریکایی بود که آنها را در انزوا قرار داده بودند. به نوشته مجده، طالبان پیش از این که به ایجای شریعت بیندشند به این فکر بودند که با از بین بردن بت‌های بامیان اجیام بین‌المللی، سازمان ملل متحد و کشورهایی که آنها را به رسمیت نشناختند می توانند انتقام بگیرند. بنابراین هر قدر تاکید جهان بر حفظ این آثار بیشتر شد، طالبان هم بیشتر بر نابودی آنها پافشاری کردند. معاون دوم ریاست جمهوری در ادامه گفته است که طالبان در دوران حاکمیتشان پول پاکستان را رایج کرده بودند و از پول افغانی عار داشتند. امرالله صالح افزوده که در دوران طالبان گذرنامه های افغانستان در پشاور پاکستان چاپ می شد. گفتنی است که مقام های پاکستانی حکومت افغانستان همواره پاکستان را متهم به حمایت طالبان کردند، اتهامی که پاکستانی ها آن را رد می کنند. خلیلزاد به کانگرس: مذاکرات صلح افغانستان را از نزدیک زیر نظر داریم. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، که برای پاسخگویی به پرسش های اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به این مجلس حاضر شده بود، میگوید که آمریکا روی روند مذاکرات دولت افغانستان و طالبان را از نزدیک زیر نظر دارد. آقای خلیلزاد سه‌شنبه 1 میزان در نشست کانگرس به نمایندگان مجلس آمریکا گفت که اطمینان می‌دهد که در این مذاکرات نماینده های هم اقلیت های افغانستان هم حضور دارند تا راه حل سیاسی برای پایان جنگ پیدا کنند. او افزود که آمریکا به حمایت از حقوق زنان و اقلیت های متحد است و این موارد شامل مذاکرات بین‌المللی نیز می شود. با گفته او، آمریکا به همین دلیل روند مذاکرات را از نزدیک زیر نظر دارد. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در این نشست همچنین گفت مذاکره کنندگان باید برای حل مسئله کشور خود یک راه حل پیدا کنند و آمریکا نمیخواهد نظام خود را در افغانستان تحمیل کند. او در عین حال گفت که آیدهای مذاکره کننده دو طرف باید اختلافات سیاسی خود را کنار گذاشته و برای رسیدن به یک توافق تلاش کنند. زلمه خلیلزاد اضافه کرد که رهبران افغان با تاکید بیان کرده که از فرصت پیش آمده برای صلح افغانستان استفاده کنند. به گفته او، پس از خروج شوروی از افغانستان از فرصتها استفاده درست نشده و از همین فرصت دیگر برای آنها است. کاهش نیروهای آمریکایی به سطح 4 تا 5 هزار تن بخش دیگر از توضیحات خلیلزاد به کانگرس بود. او گفت که کم شدن نیروهای آمریکایی در افغانستان از این سطح بستگی به تطبیق شرایط دارد. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان همچنین از سطح بلند خشونت ها همزمان با آغاز روند مذاکرات بین‌المللی انتقاد کرد و گفت که نیاز است
خشونت ها کاهش یابد. او افزود که در همین حال عهدهای مذاکره کننده دو طرف پس از 10 روز از افتتاح مذاکرات تا هنوز درباره آغاز مذاکرات رسمی به توافق نرسیدند. از طرف هم نماینده وزارت دفاع آمریکا در این نشست درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توضیح داد. او گفت که برنامه ریزی متویات جریان دارد تا در بهار سال آینده همه نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند. به گفته او خروج همه نیروهای آمریکایی مشروط به وضعیت و نظر افغانستان خواهد بود. خواسته های طالبان، 5 وزارت کلیدی، ارتش و یک نظام اسلامی. مذاکرات رسمی دولت و طالبان در دهه جریان دارد. هنوز دو طرف خواسته های اصولی خود را روی روی همدیگر مطرح نکردند. اما تقریبا مشخص است که کدام طرف چی میخواهد. دولت افغانستان برها ادعا کرده که جمهوریت، قانون اساسی، نیروهای امنیتی و دستاوردهای 18 ساله غیر قابل معامله هستند و این ظرفیت را دارند که طالبان را در درون خود هضم و ضبط کنند. طالبان اما از همان ابتدا تصریح کردند که نظام اسلامی میخواهند. خواسته هایی که نخستین معنا و پیامد آن این است که نظام کنونی اسلامی نیست. این خواسته طالبان در عین حال نگرانی های گسترده ای را برانگیخته است، زیرا بیم آن می رود که هدف از آن احیای رژیم امارات باشد. گرچه طالبان ادعا کردند قسم برای آنها اهمیت ندارد و شاید دو طرف روی نام مثل دولت اسلامی توافق کنند، اما آنچه مسلم است این نکته است که آنها از اصول و ارزش های ایدئولوژیک خود نمیگذرند و در صدد اعمال و تحمیل آن هستند. در همین رابطه به تازگی برخی از اعضای ارشد آیت طالبان گفتند که حداقل باید 5 وزارت کلیدی به این گروه داده شود و جنگیان طالب نیز به ارتش متهم شوند. این گروه از اعضای دفتر سیاسی طالبان در دهه در گفتگو با شبکه خبری CBC آمریکا نظام کنونی افغانستان را فاسد خوانده و گفتند که این گروه خواستار سهم قابل ملاحظه در حکومت آینده هستند. یک عضو برجسته طالبان به این شبکه گفته است که حداقل باید 5 وزارت کلیدی به این گروه داده شود و جنگ طالب نیز به ارتش در زیر چتر یک نظام اسلامی مدغم شوند. اعضای دفتر سیاسی طالبان همچنین گفتند که با حضور زنان در کابینه مخالفت ندارند و به حقوق اقلیت‌ها نیز پابند میمانند، اما با حضور زنان در کرسی نخست وزیری استر محکمه مخالفند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری صحبت طالبان پیرامون ارتش را خلاف روحیه روند صلح‌خوانده است. پاسخ سخنگوی دولت به خودی خود نشان می‌دهد که تقاضای طالبان تا چه میزان بحث برانگیز است و پذیرشان از سوی دولت چقدر دشوار میباشد. بدیهی است که وقت جزئیات این اهداف روشن‌تر شود تازه ابعاد جنجال برانگیز آن پدیدار خواهد شد. اینکه منظور از 5 وزارتخانه کلیدی دقیقاً کدام وزارتخانه هاست، اینکه چه میزان از شبه نظامیان طالبان باید در ارتش مدغم شوند و اینکه یک نظام اسلامی طالبان چه شاخصها و ویژگی‌های خواهد داشت. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.